با نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه ششم ماه هوت سال 1392 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 25 ماه فوریه سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. برکناری نو افسر بلندپای ارتش ملی از بحر ساحل انگوری در اجرای وظیفه. نظرسنجی تازه و خوشبینی مردم هست حاکمیت حکومت. احتمال ائتلاف تازه میان نامزدان ریاست جمهوری. هشدار درباره تجزیه اوکراین. و تیم ملی کرکت 19 سالگان کشور در جایگاه ششم رقابت‌های جام جهانی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت دفاع ملی نو افسر بلندپای قل اردوی 221 سیلاب را برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است. گفته می شود که این افسران از بحر بی‌پروایی و سهل‌انگاری در انجام وظیفه برکنار شدند. این تصمیم در واکنش به کشته شدن 21 سرباز ارتش ملی در ولایت کنر در یک نشست فوق‌العاده وزارت دفاع ملی گرفته شده است. در این حال یک مقام بلندپای امنیتی میگوید که از همکاری سه سرباز ارتش با طالبان در پاسگاه ولسوالی غازی آباد ولایت کنر و مقامهای ارتش، پلیس و ولایت کنر گزارش داده شده بود. شکیلا ابراهیم خیل گزارش میدهد. این افسران بلندپای ارتش ملی از بحر سالنگاری در وظیفه در پیوند با کشته شدن 21 سرباز ارتش در کنر برکنار شدند. در این میان فرمانده لوای دوم قل اردوی 201 سیلاب مشمول برکنار شدگان هستند. قمندان لوای دوم، قمندان کندک سوم، قمندان توله چهارم کندک مربوطه، آمر اپراسیون کندک سوم، مدیران کشف و آمرین ضد استخبارات قل اردو لوای دوم، آمر کشف کندک دوم لوای دوم قل اردوی 201 سیلاب، من ایسم مسئولین امور که در وظایفشان سالنگاری و قفلت نمودن از وظایفشان سبکدوش و جهت تحقیق به ارگانهای مربوطه معرفی کردید. آگاهان نظامی کشته شدن این سربازان را نتیجه غفلت وظیفه‌ای رهبری و مقام‌های بلندپایه می‌دانند. وقتی قدم‌های بالای ما هم غفلت می‌کنند، خواب هستند و توجه نمی‌کنند، چنین حوادث صورت می‌گیرد. اینا باید در موقع رسیدگی هر نوع ازارات باید باشه. قطعه در سرحد است، قرارگاه شاید یک مرکز است، قرارگاه بالاترش در مرکز افغانستان است. اینا بر زمین بیدار هستند که در موقع صدای سرباز خود، صدای به صلاح افسر خود بشنوند و به موقع کمک روان کنند. از سوی دیگر یک مقام بلندپایه امنیتی که خواست نامی از او برده نشود میگوید که سه سرباز پاسگاه ولسوالی غازی آباد با طالبان هم دست بودند. این مقام میگوید که 15 روز پیش از این رویداد همدستی این سربازان ثابت شده بود و گزارش این همدستی نیز به مقام های قل اردوی سیلاب، فرماندهی پلیس کنر، پلیس مرزی و والی کنر فرستاده شده بود. دفتر مسئول رسانه های امنیت ملی نیز این خبر را تایید کرده است. چنین مشخص، چنین گزارش و راپوری در رابطه به ای که گویا امشب یا فردا شب یا چند روز بعد یا افراد و اشخاص در اینجا نفوذ کردن و حمله میشه، چنین اطلاعی بسیار دقیق بدبختانه آمدن نوید برای ما نرسیده و یک عمل کرده بسیار باسکین و خطرناک بود. خود این راستا هم البته تحقیقات ما جریان داره. این جنرال بلندپایه وزارت دفاع ملی میگوید که فرستادن نیروهای هوایی در چنین حالتها زمانگیر است و می افزاید که آنان از نیروهای آیسف کمک هوایی خواستند، اما چرخبالهای آیسف نیم ساعت پس از درگیری به محل نبرد رسیدند. ما تقاضا کردیم وقتی که جنگ بسیار شدید بود، تقاضای ما را آیسف لبیک گفت و بعد از یک مدت کوتاه مانور قوتهای هوایی آیساب به تقاضای ما در او ساحات حضور پیدا کردن که جنگ در او وقت ختم شده بود. انتقادهای سخت و یک دستور رئیس جمهور کرزی دست نیروهای امنیتی را برای درخواست کمک هوایی از نیروهای خارجی
کوتاه ساخته است. این در حالی است که نیروهای ارتش هنوز هم در بخش امن و نقل و نیز در پشتیبانی هوایی سخت نیازمند نیروهای خارجی هستند. در این حال پدر یکی از سربازانی که در غازی آباد کنر کشته شده است جانبازی پسرش را می ستاید و حاضر است که پسر دیگرش را نیز برای دفاع از میهن به ارتش بفرستد. این مرد می گوید که حتی خودش هم حاضر است که به ارتش ملی پیوندد تا انتقام پسر به همسنگران پسرش را از عراسبگران بستاند. در این باره هم شکیلا ابراهیم خیل گزارش دارد. این خانواده فرزند جوانش را در دفاع از کشور از دست داده است. اینان مادر و پدر امیر حسین هستند، سربازی که با 20 همسنگر دیگرش در کنر کشته شد. پدر پیر امیر حسین با کمر خمیده می گوید که فرزندش در دفاع از خاک کشته شده است. خود او نیز حاضر است که مانند فرزندش فداکاری کند. ما هم دمی پیری خود، دمی ناتوانی خود، خدا که مرا قدرت بده ما انتقام خور از دشمنی شهید امیر حسین می گیرم. امی خود ما کمر بسته استم، دمو خط اول دوان است. به خاطر خاک، دین، ناموس دو فرزند دیگه خودم پیرن دوری ملی است. سه فرزند دوری دیگه دیگه. مادر پیر امیر حسین که از ناداری سخن می زند می گوید که فرزندش یگانه ناناور خانواده بود و 4 سال در دفاع از خاک در نورستان و کنر خدمت کرد. نوربند بود، بچه هم بسیار یک بچه خیلی دیگه برای ما خیلی دلسوز بچه بود. از این سرباز ارتش یک کودک 8 ماهه بر جا مانده است. همسر جوان امیر حسین از حکومت خانه کمک است. به سرپرست چیزی دیگه. خانه هم کرایی خانه نداره. دو برادر و عموی امیر حسین نیست سربازان ارتش هستند. یک برادرش میگوید که رای امیر حسین را ادامه خواهد داد. بیادرم یک قهرمان بود. من مثل بیادرم هم قهرمان میباشم که دمی وطن شهید شد. پیام ما ای است که در اردوی ملی در نقطه های سرحداد پاکستان و افغانستان که ما قرار داریم یک کمکی درست برای ما نمیرسه. یک دویمه دیگه یک جایی که ما زخمی میشیم یک امبولانس انتقالات نیست که همون سرباز زخمی را انتقال بیتیم که همون از خونریزی تلف نشوه. یعنی این کانال نقاسی کلانای ما داره هیچ توجه نداره در ای باره. از سوی دیگر پیکرهای 4 سرباز ارتش ملی که در ولایت کنر کشته شدند به ولایت تخار انتقال داده شدند. یکی از بستگان ابراهیم سربازی که در کنر کشته شد برای گرفتن جسد برادرش به بیمارستان آمده است. او میگوید که حتی پول انتقال جسد را به ولسوالی چال این ولایت ندارد. این در حالی است که جسد یک عضو برجسته طالبان با چرخبال‌های ارتش به تخار برده می شود. تازه‌ترین نظرسنجی نشان می دهد که 80% از شهروندان کشور بدین باورند که حکومت حاکمیت دارد و 72% مردم به توانایی های نیروهای امنیتی اعتماد دارند. این نظرسنجی که از سوی مرکز مشورتی ATR انجام شده است می گوید که با وجود برداشت های منفی درباره اوضاع امنیتی افغانستان، بیشتر مردم از اوضاع کنونی کشورشان خوشنود هستند و اوضاع کنونی را هرگز با اوضاع پیش از سال 2001 میلادی مقایسه کردن نمی توانند. بر بنیاد این نظرسنجی در سراسر کشور 80% مردم باور دارند که حکومت اداره کشور را به دست دارد. 93% از پاسخ دهندگان در شمال کشور و 73% در جنوب به حاکمیت حکومت در بخش‌های گوناگون کشور باورمند هستند. پاسخ دهندگان این پرسش در روستاها 96% و در شهرها 83% بودند. گفته شده است که از این میان 86% مردان و 74% زنان هستند. در شمال کشور 93.7% از پاسخ دهندگان می گویند که بخشایی که آنان زندگی می کنند از سوی حکومت اداره می شوند و در جنوب این رقم به 73.1% کاهش می یابد. در روستاهای جنوب 61% مردم باور دارند که در بخشای آنان طالبان نیز حاکمیت دارند، اما باور شهروندان درباره توانایی های حکومت در اداره کشور در شهرها بیشتر است. زیرا 98.2% باشندگان شهرهای شمال و 98.9% باشندگان شهرهای جنوب میگویند که حکومت در بخشای آنان حاکم است. اعتماد بر توانایی های نیروهای امنیتی نیز
در سراسر کشور افزایش یافته است و زنان نسبت به مردان بیشتر به نیروهای ارتش و پلیس ملی اعتماد دارند. میزان اعتماد در سراسر کشور بر ارتش ملی 72% و بر پلیس ملی 64% گفته شده است. اعتماد مردم بخش‌های جنوبی اندک بیشتر از اعتماد مردم بخش‌های شمالی است. در بخش‌های شمالی کشور 60% به ارتش ملی و 53% به پلیس ملی اعتماد دارند، اما در بخش‌های جنوبی 62% بر ارتش ملی و 51% بر پلیس ملی اعتماد نشان دادند. از سوی هم 64% از پاسخ دهندگان گفتند که نیروهای امنیتی در مقایسه با گذشته بهتر شدند. بر بنیاد این نظرسنجی 12.7% از مردان و 1.6% از زنان طرفدار برگشت طالبان به افغانستان هستند. در پاسخ به این پرسش که مردم تا چه اندازه طرفدار فرمان روایی طالبان هستند، 61% پاسخ دهندگان پاسخ رد دادن و 7% پاسخ مثبت دادن. در شمال 10% پاسخ دهندگان به این پرسش 59% رد و 3% مثبت است، اما در جنوب کشور 28% رد و 27% مثبت است. در میان کسانی که پاسخ رد دادن 51% مردان هستند و 71% زنان هستند. با این همه در این نظرسنجی آمده است که اکثریت پاسخ دهندگان درباره گفتگوهای صلح با طالبان نظر مثبت دارند. 62.9% در جنوب و 28% در شمال طرفدار این گفتگوها هستند. این نظرسنجی ایتیار با 3038 مرد و 1180 زن به گونه رو در رو انجام شده است. ستاد انتخاباتی اشرف‌غنی احمدزی از احتمال پیوستن عبدالقیوم کرزی به تیم انتخاباتی آقای غنی خبر می دهد. یکی از اعضای ستاد انتخاباتی اشرف‌غنی احمدزی می گوید که گفتگوهایشان با قیوم کرزی ادامه دارند، اما این گفتگوها هنوز به نتیجه نرسیدن و احتمال دارد که در آینده نزدیک قیوم کرزی با تیم انتخاباتی اشرف‌غنی احمدزی یک جا شود. پیش از این نیز بر بنیاد برخی از گزارش‌ها اشرف‌غنی احمدزی و قیوم کرزی با میانجیگری رئیس جمهور کرزی وارد گفتگو شدند. کریم امینی جزئیات را گزارش می‌دهد. در این روزها گفتگوها درباره ائتلاف‌ها میان نامزدان ریاست جمهوری افزایش یافتند. به دنبال تلاش‌های نافرجام برای یکجاسازی عبدالقیوم کرزی و زلمه رسول، اکنون اشرف غنی احمدزی با میانجیگری رئیس جمهور کرزی با قیوم کرزی درباره یک ائتلاف انتخاباتی وارد گفتگو شده است. ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی دیدار رئیس جمهور کرزی را با اشرف غنی احمدزی تایید می کند، اما درباره میانجیگری رئیس جمهور چیزی نمی گوید و می افزاید که در این دیدار رئیس جمهور از اشرف غنی احمدزی حمایت کرده است. ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی گفتگوها را با قیوم کرزی تایید می کند و می گوید که این گفتگوها هنوز به نتیجه نرسیدند. هنوز به نتیجه نرسیدیم، امیدوار هستیم چون نظریات ما بسیار شبیه هست و جناب قیوم خان کرزی که یکی از شخصیت های مطرح کشور هستند و ما جدن برشان احترام داریم، امیدوار هستیم که اونا با توجه به اینکه این طرف توانایی های بیشتر ما میبینیم که هست یا همون امکانات بیشتر هست از لحاظ داشتن آرا، از لحاظ داشتن حامیان سیاسی، از لحاظ داشتن همو دوره های بیشتر کاری و سایر بواعث، اونا شاید به این متقاعد شون. خب مثل که ما در کنار دکتر سبغنی قرار گرفتیم، اونا هم ما امیدوار هستیم در کنارشون قرار بگیرن. منابع آگاه میگویند که پس از چاشت دیروز نشست میان رئیس جمهور کرزی، برادرش قیوم کرزی و اشرف غنی احمدزی در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد. گزارش های هم وجود دارند که نشان میدهند روز شنبه اشرف غنی احمدزی، هنی فتمر و عمر زاخلوال با قیوم کرزی نشستی داشتند، اما ستاد انتخاباتی قیوم کرزی در این باره چیزی نمیگوید. در این حال اشرف غنی احمدزی میگوید که عالمان کشور باید از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نظارت کنند. در این حال حرکت انقلاب اسلامی به رهبری موسی هوتک که حمایتش را از اشرف غنی احمدزی اعلام کرد، آقای احمدزی از عالمان کشور میخواهد که از روند برگزاری انتخابات نظارت کنند، باید به هیچ کس اجازه ندهند تا شفافیت این روند را زیر پرسش ببرد. شورای عالی صلح وظیفه شهزاده شاهد سخنگوی این شورا را به حالت تعلیق درآورده است.
این شورا با فرستادن خبرنامه این خبر را به رسانه‌ها از این رویداد خبر داده است. پیش از این شهزاده شاهد با انتقاد از کارنامه‌های آمریکا در افغانستان اسامه بن لادن را شهید نامیده است. عتیق الله عاطف مل به حیث معین اداری وزارت امور خارجه گماشته شد. عتیق الله عاطف مل از دیپلمات های سابقه در وزارت امور خارجه است و در مقام های گوناگون این وزارت کار کرده است. آقای عاطف مل پیش از این به حیث قنسول عمومی افغانستان در دوبای بود. ادامه خبرها از طولو و شبکه جهانی طولو نیوز. رئیس جمهور موقت اوکراین از وجود تهدیدهای جدی تجزیه طلبی در این کشور هشدار میدهد و میگوید که به دنبال برکناری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری این کشور، بسیاری از بخشهای روسی زبان این کشور از این کار سخت انتقاد میکنند. هرچند قرار است وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با همتای آمریکاییش در واشنگتن کمک های مالی را با اوکراین به بحث گیرد، اما وزیر خارجه روسیه کشورهای دیگر را از بهر سود بردن یک جانبه در اوکراین هشدار میدهد. پس از برکنار شدن ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری اوکراین، تمایلات تجزیه طلبانه رئیس جمهور موقت این کشور را سخت نگران ساخته است. هرچند پارلمان اوکراین به رئیس جمهور موقت تا روز سه‌شنبه مهلت داده بود که حکومت وحدت ملی را ایجاد کند، اما در حال حاضر الکساندر تورچینوف میگوید که ایجاد این حکومت تا روز پنج‌شنبه به تعویق افتاده است. در همین حال وزیر خارجه بریتانیا میگوید که اوکراین به کمک‌های مالی بیدرنگ نیاز دارد. ویلیام هیک هشدار می‌دهد که اگر کمک‌های مالی بیدرنگ به اوکراین داده نشود، این کار می‌تواند پیامدهای ناگواری را به همراه داشته باشد. وضع مالی اوکراین بسیار حساس است و بدون کمک‌های کشورهای خارجی نمی‌تواند با ثبات باشد. یک بحران اقتصادی در اوکراین می‌تواند تهدید بزرگی در برابر ثبات این کشور باشد و این مسئله می‌تواند پیامدهای ناگوار گسترده‌تر داشته باشد. نگرانی وزیر خارجه بریتانیا از وضع مالی اوکراین در حال ابراز می شود که وزیر خارجه روسیه به روز سه‌شنبه شمار از کشورهای جهان را از بهره سود بردن از اوضاع در اوکراین هشدار داد. هرچند روسیه از برکناری ویکتور یانوکوویچ خشمگین است، اما سرگی لاوروف به روز سه‌شنبه اعلام کرد که اوکراین نباید در انتخاب میان روسیه و غرب مجبور ساخته شود. هرج و مرج در اوکراین در حال ادامه دارند که جای بود و باش ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین این کشور تا کنون روشن نیست. اما با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. ارتش پاکستان از کشته شدن 30 شب نظامی خبر می‌دهد. مقام‌های نظامی پاکستان ادعا می‌کنند که بامداد امروز مخفیگاه‌های جنگجویان طالب در وزیرستان شمالی آماج حمله‌های هوایی قرار گرفتند. ورود یک کشتی جنگی کره شمالی به آب‌های کره جنوبی با انتقاد سخت وزارت دفاع کره جنوبی روبرو شده است. مقام‌های وزارت دفاع کره جنوبی می‌گویند که یک کشتی جنگی کره شمالی دیشب سه بار وارد آب‌های کره جنوبی شد، اما هر بار پس از تهدید شلیک به سوی آن به آب‌های کره شمالی بازگشت. سازمان جهانی بهداشت میگوید که میزان آلودگی هوا در شماره شهرهای چین نگران کننده است. این سازمان میافزاید که در کنار شهرهای دیگر چین، پایتخت این کشور نیز از یک هفته به این سو با دود پوشانیده شده است که نیاز به یک تدبیر مؤثر دارد. باز هم خوش آمدید با این هم چند خبر اقتصادی. شورای وزیران واردات مواد نفتی نیمه خام با کم کیفیت را به افغانستان ممنوع ساخت. وزارت تجارت و صنایع میگوید که بر بنیاد تازه‌ترین فیصله شورای وزیران، پس از این واردات مواد نفتی پرماگون، پچینو و مازوبیت به کشور ممنوع شده است. سخنگوی این وزارت میگوید که واردات پترول و دیزل که پایین‌تر از معیارهای تعیین شده باشند نیز ممنوع شده است. شهلا مرتضی گزارش می‌دهد. بر بنیاد تازه‌ترین فیصله شورای وزیران، پس از این هیچ بازرگان نمی‌تواند مواد نفتی نیمه خام و کم کیفیت را وارد کشور کند. مسئولان وزارت تجارت و صنایع می‌گویند که این تصمیم شورای وزیران به دنبال پیشنهاد وزارت تجارت و صنایع برای بهبود وضعیت آب و هوا و محیط زیست گرفته شده است. پس از این تیل‌های وارد افغانستان باید شود که مثلا بالاتر از نرم
A92 پترول باشه و L0262 دیزل باشه، یعنی از او پایین تر وارد افغانستان نمیشه. بنابراین که ما هدف ما این است که محیط زیست ما خوب شه و از این مشکلات بدرآییم. مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند آن بازرگانانی که تیل پترول و دیزل پایین تر از معیار تعیین شده را پیش از این قرارداد و خریداری کردند، مکلفند از زمان صدور این فیصله تا 3 ماه این مواد را به کشور وارد کنند و پس از پایان این مدت وزارت تجارت و صنایع و اداره ملی استاندارد این گونه مواد را اجازه ورود به کشور نخواهند داد و اگر بازرگان بخواهد چنین مواد را وارد کند بر بنیاد قانون استاندارد ملی جریمه نقدی خواهد شد. پاکستان پس از تقاضا برای عملی شدن فوری پروژه بند برق کنر و پروژه انتقال برق کاسا 1000 اکنون میخواهد نظر چین را برای سرمایه گذاری ها در بخش انرژی آن کشور جلب کند. وزیر اعلی پنجاب پاکستان اعلام کرده است که چین برای یک سرمایه گذاری بزرگ در بخش انرژی پاکستان اعلام آمادگی کرده است. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 50 پول، یک یورو 78 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 940 افغانی، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 540 افغانی. و اکنون این هم میرسعید صدیقی با تازه های از جهان ورزش. خوش آمدید. سپاس همکار عزیز. خبرهای ورزشی را از کرکت آغاز میکنیم. اما پیش از آن. باز هم خوش آمدید. تیم ملی کرکت 19 سالگان افغانستان با پذیرفتن شکست در برابر ویست ایندیز مقام ششم رقابت‌های جام جهانی 50 اوره را به دست آورد. در این دیدار که برای به دست آوردن مقام پنجم برگزار شد، نخست بازی را وست ایندیز آغاز کرد و در 50 اور 216 دوش را برای 19 سالگان افغانستان هدف تعیین کرد. ملی پوشان کشور نتوانستند هدف تعیین شده را برآورده سازند و مغلوب وست ایندیز شدند. بیست و پنجمین دور رقابت های تکواندوی جام فجر با حضور تکواندوکاران افغانستان عصر امروز در تهران آغاز شد. در وزن منفی 80 کیلوگرم این رقابت ها امشب سید مسعود کریمی در برابر مبارز ارمنستانی می ایستد و ذبیح‌الله تخاری ملی پوش دیگر کشور در برابر تکواندوکار هند به میدان خواهد رفت. پنج داور فدراسیون فوتبال افغانستان گواهینامه های داوری جهانی را از سوی فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا به دست آوردند. فروزان تجلی، آجر ابوالفضل، رضا محمدی، علی آقا شیرزاد و علی حسین جعفری داورانی هستند که این گواهینامه ها را به دست آوردند. فدراسیون فوتبال کشور میگوید که این داوران می توانند در رقابت های فوتبال آسیایی به حیث داور شرکت کنند. در محفلی که امروز در کابل برگزار شد، این پنج داور گواهینامه های داوریشان را که فیفا بر فدراسیون فوتبال افغانستان فرستاده بود دریافت کردند. و اکنون چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می کند. فردا کابل نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایینترین 0. مزار شریف نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایینترین 4. کندهار نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین 4. جلال آباد نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایینترین 10. و شهر هرات نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایینترین 0. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. بالا شما دعوت میکنم که با برنامه فراخبر با طولو نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.